دوستان نازنین، سلام، وقت همهتان بخیر. امیدوارم که حالتان خوب باشد. بعد از مدت بسیار طولانی و زیاد در این ویدیو یک آموزش کاملا جدید رو برایتان قرار است که یاد بدهم که گل چادر هست، یک الگوی کاملا جدید و آسان که میخواییم برایتان امی آموزش ای را بگذارم. امیدوارم که ویدیو رو تا آخر تماشا بکنید و آموزش ای برایتان بسیار آسان و ساده تمام شود، که گل بسیار مقبول و جذاب هست، جدید، اما بسیار دختش آسان و ساده هست که در اول از جایی که ما دخت زدیم روی سوزن خود اش نخ میگیریم و بین دختایی که قرار هست به بالا 6 دانه دخت بزنیم، دو نخ بین دخت بین دختهای خود فاصله میگذارم تا که دختها بسیار تو درشت و زیبا و مقبول بیایه. بخاطر که این چادر بسیار نخواهش ظریف و باریک هست، ما باید روی سوزن خود 8 نخ و بین دختها هم 2 نخ فاصله بگذارم تا که دختها درشتر و زیباتر و نمایان بیایه. وقتی شما یک یا مثلا 6 تا نخ روی سوزن بگیرین یا کمتر، دختش بسیار ظریف و ناچیز میای. به او خاطر میتونید که دلخواست هر قسمی که دوست داشته باشید میتونید که دخت بکنید. حالا 6 دخت به طرف بالا ما زدم، نمخانه ای جور شد و از پیش دخت ششمی به بالا باز هم 6 دخت میزنیم تا 6 دخت پوره شوه. وقتی 6 دخت پوره شد به طرف پایین ما باز هم روی سوزن خود 8 تا نخ میگیریم و بین دخت فاصله ها هم باید 2 نخ بگذاریم تا که دخت ها سایه بیایه، و به طرف پایین باز هم 6 دخت میزنیم و دخت ششمی که پوره شد از پیش روی او ما باز هم به طرف پایین 6 دخت میزنیم. در وسط دخت ششمی به طرف بالا و پایین حساب میشه و به خاطر که خانه پوره شد ما باید 11 تا کوب بزنیم، چون دخت 11 ششمی به طرف بالا و پایین حساب میشه. وقتی که خانه تکمیل شد ما داخلی را باید دخت بزنیم تا که داخل خانه پر شود و بعد از او بقیه دخت را ادامه میتیم. و چهار طرفی خانه را باید ما دو لاین چهار طرفی گل باید ما پر بکنیم تا که گل ای تکمیل شود. امیدوارم که ای آموزش برایتان بسیار مفید و جذاب واقع شود و ای ویدیو هم برایتان بسیار واضح معلوم شود. ما بسیار کوشش کردیم که کیفیت ویدیو بسیار زیاد باشه، بسیار مقبول باشه، و امیدوارم که شما هم یاد بگیرین و آموزش برایتان آسان تمام شوه. خب داخل خانه هم پر شدنش در حال تمام شدن است. بسیار گل جذاب و جدید هست، دختش هم آسان است. حالا فعلا از بالای سری گل قرار هست که چهار طرفی را دخت بزنیم، که باید بالای سری دخت که ما فعلا میخواییم بدوزم باید ده نخ ما باید بگذاریم و بعد از ده نخ 8 نخ دیگر روی سوزن خود بگیریم. بازم اون قسم روی سوزن 8 نخ میگیریم و بین دختا 2 تا دخت فاصله میگذاریم و به طرف پایین 9 تا دخت میزنیم، و بعد از دخت نهمی ما به طرف بخاطر که خانه بسته شوه 6 تا دخت دیگه میزنیم، یعنی آوک 6 تا آوک میکنیم و بین دخت هم 2 تا فاصله میگذاریم، 2 تا نخ، تا که نمخانگه که ما پوره شوه و تکمیل شوه. فعلا 9 دخت ما پوره شده و قرار هست که فعلا 9 تا آوک رو ما دخت بزنیم. من این دخت به نام آوک میشناسم و به می نام یاد میکنم. فعلا باید 6 تا دخت به این قسم به این طریق بزنیم. و باز هم امو 8 نخ روی سوزن و 2 تا نخ بین دخت ها فاصله و امو 6 تا دخت میزنیم تا که یک نیم خانگه که دیگر ما جور بکنیم. وقتی 6 دخت ما پوره شد به طرف بالا 9 دخت میزنیم و می دخت ششمی یاوک
روی دختی بالا هم حساب میشه. همراه این دختی آوک باید 9 تا دخت شوه و بدون این 8 تای دیگه به طرف بالا و ما باید دخت بزنیم. اما دختا همهش باید امو 8 نخ روی سوزن بگیریم و 2 تا نخ هم باید بین دختای ما فاصله بگذاریم. امیدوارم که ویدیو و آموزش برایتان مفید واقع شوه. برایتان مقسم گلهای زیبا روی چادرتان بدوزید. و همچنان به خاطر که من زیاد وقت ندارم، نمیتونم که برایتان آموزش های بسیار زیاد رو بگذارم، بعد از هم کوشش میکنم که همه قسم دیزاین های جدیدی گل چادر برایتان آموزش بدهم. و باز هم نوبت لاین دوم این خانه است که باید تکمیل بکنیم که 8 نخ روی سوزن میگیریم، 2 نخ فاصله میگذاریم و 6 تا آوک میدوزیم. فیلن هم دخت ششمی ما این پوره شد و حالا نوبت دخت ها آمده که به طرف بالا بدوزیم تا کنیم خانه ما پوره شوه. فعلا نیم خانه ای پوره شد، حالا به طرف پایین اما نو تا دخت رو میزنیم آسان و ساده. خاطر که تایم ویدیو بسیار زیاد نشه، ما 4 طرف ای رو وقت دخت زدیم یا میدوزم برای تان ویدیو نمیگرم، چون وقت خیلی زیاد میشه و شما نمیتونید که ای ویدیو رو پوره تکمیل دیده بتانید، به اون خاطر ما بسیار کمتر گرفتیم. فرق نمی کند، همه دختا همه قسم دختا میشه که ما برایتان ماندیم در این ویدیو، بقیش هم شما میتونید به می طریق بدوزید. امیدوارم که این ویدیو و این آموزش برایتان مفید واقع شود.